مقامات رسمی میگویند گزارش‌ها درباره دست داشتن شهروندان تاجیکستان در بمب‌گذاری‌های مرگبار در فرودگاه استانبول واقعیت ندارند. در وزارت امور خارجه روز 30 ایون به رادیو آزادی گفتند مقامات امنیتی ترکیه از ضمن گفتگو با دیپلمات‌های تاجیک در شهر استانبول شرکت دو جوان تاجیک در حمله به فرودگاه آتاتورک را تایید نکردند. از این پیشتر مطبوعات ترکیه نوشت در میان سه بمب‌گذار مرگ طلب که 42 نفر را در فرودگاه بین المللی استانبول کشتند، ظاهرا دو نفرشان شهروندان تاجیکستان هستند. از جمله روزنامه ملیت با نشر عکس سه متهم به بمب‌گذاری ها نوشت از قیافه دو افراد برمی آید که آنها آسیایی تبار و ظاهرا شهروندان تاجیکستان هستند. در این باره صحبتی داشتم با همکارم میرزانبی خالقزاد که مسئله را در دوشنبه پیگیری کرد. میرزانبی، وزارت امور خارجه چی میگوید برای دقیق کردن گزارش ها درباره نقش احتمالی شهروندان تاجیکستان در بمب گذاری های استانبول چی کارهای انجام دادند؟ وزارت خارجه تاجیکستان میگوید که نشریه ملیت تکیه به آن دارد که گویا چهره این افرادی که در نوارهای فرودگاه عکس برداری شده اند شباهت با ملت تاجیک را دارد که اصلا هیچ اساسی ندارد. صرف نظر از این، وزارت خارجه تاجیکستان و دیگر مقامات رسمی تاجیکستان میگن که تا زمانی که مقامات رسمی ترکیه و مقامات مسئول ترکیه در رابطه با این حادثه نظر و موقع خود را روشن نکنند، اینها منتظر خواهند بود، زیرا یک حادثه خیلی حساس است و تاجیکستان به هیچ صورت باور ندارد که شهروندانش در چنین حادثه دست دارد. در ضمن داستانی کلی تاجیکستان نیز عیناً همین دعوای وزارت خارجه تاجیکستان را اصرار داشت و گفت که آنها نیز منتظر هیئت وزارت خارجه تاجیکستان هستند که بعد از ملاقات با نمایندگان نشریه ملیت روشن خواهد شد که تا کجا شهروندان تاجیکستان در این حادثه مرگبار و خرابکار دست دارند. تایر در تاجیکستان که جنگ شهروندی را پشت سر کرده است، هیچگاه حمله مرگ طلبانه صورت نگرفته بود و یا حضور تاجیکان در حمله های تروریستی در خارج دیده نشده است. در این باره چی میگویند؟ دادستانی تاجیکستان و مقامات امور داخلی تاجیکستان و دیگر نهادهای مسئول تاجیکستان میگویند که از بس که تاجیکستان یک جنگ 5 ساله را پس سر کرد و در جریان در روند این حادثه ها تقریبا حادثه ای که مربوط به عملی مرگ طلبانی یک شهروند تاجیکستان باشد به قید نگرفتند و تا کنون همچنین یک حادثه در قلمرو تاجیکستان از جانب شهروند تاجیکستان صورت گرفته باشد به قید نگرفتند. ولی این را هم باید گفت که مقامات تاجیکستان این را پنهان نمی دارند که امروز بیش از 1000 نفر جوانان تاجیکستان در کشورهای سوریه و عراق همراه با گروه‌های تروریستی در عملهای تروریستی شرکت دارند و با آنها همکاری می‌کنند که از داخل تاجیکستان و از طریق روسیه به سوریه و عراق رفتند و در این میان ده ها نفر جوانانی که پشیمان شدند و از سوریه و عراق برگشتند به تاجیکستان از طرف مقامات دادگاهی تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفتند و برخی از آنها مجازات شدند. ولی در رابطه با حادثه فرودگاه ترکیه مقامات تاجیکستان همچنان میگویند که آنها منتظر موقع مقامات رسمی خود ترکیه میباشند. تشکر. همکارم میرزانبی خالقزاد از دوشنبه صحبت میکرد و بنا به گزارش های تازه نیاتهای امنیتی ترکیه در ارتباط با بمب‌گذاری ها در فرودگاه استانبول 13 نفر از جمله سه خارجی را بازداشت کردند.